خدمتون هستیم و مهمان ارجمندی هم داریم که از ایالت تگزاس به کالیفرنیا آمدند و مهمان برنامه ما هستند. مهمان همیشگی برنامه، یعنی ببخشید مهمانهای همیشگی برنامه، آقای مانوک خدابخشیان. خیلی خوش آمدید. I love you. خسته نباشید. و در کنارم سمت راستم جناب آریو برزن فیروزنیا، فعال سیاسی، فرهنگی و برنامه ساز ارجمند تلویزیون اندیشه که از ایالت تگزاس بلند شدن آمدن به ایالت کالیفرنیا و ما هم این شانس و بخت رو داریم که در این ساعت در خدمتتون باشیم. خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم. با درود خدمت هر دوی آقایون، واقعا افتخاری است در حضور شما. رون شما. و با درود به کادر فردی و بیننده. همینطور دوست بسیار عزیزمون جناب رضا گوهرزاد. من نامه آقای محمد ملکی رو در آغاز برنامه خوندم و خواندم. فارسی رو درست صحبت کنیم. و امشب مهمان عزیزی هم داریم که نقطه نظرهای ویژه و با ارزش خودشون رو دارن، جناب آریو برزن پیروزنیا. میخواید از آقای آریو برزن شروع کنیم؟ مهمان. نظر مهمان رو بگیریم نسبت به این نامه و شرایط امروز ایران. من گمان کنم این سرانجام به اونجایی است که هر حکومتی فقط موضوع زمان هست، موقعی که پایه مردمی نداشته باشه، زیر فشارهای گوناگون باشه. کسانی که در زمانی مثل خود آقای ملکی میوه در حقیقت انقلاب فرهنگی حکومت اسلامی بودند و دانشگاه تهران در دست ایشون بود، بعد از بازی اصلاحات و و و فلان، امروز دارن به این نتیجه میرسن که حالا یا به تاکتیک یا به باور که بقای حکومت جمهوری اسلامی در فرم و مدلی که هست با دنیایی که در حقیقت بسیج شده بر روی مقوله اتمی، حالا اونش قابل صحبت هست، زمان یک فعل و انفعالی هست و در این راه شاید میخوان گردن ولی فقیه رو در حقیقت اهتا کنن. من شخصا باورم این هست که خب چون صحبتی هم کردیم قبل و آقای خدابخشیان و خودتون به خوبی گفتید، بازی در داخل ایران چیز دیگری است. یعنی به خوبی تمام اون خمیره یک حکومت لایک یا سکولار در داخل در وهله اول در ایران وجود داره و اونجوری که آقای خدابخشیان همیشه میگن این جوانها خمیره دیگری هستند و تجربیاتی که هست به خوبی گفتید فرقی نمیکنه حرفی که امروز آقای ملکی میزنه. بازی به اونجا خواهد رفت که جبر تاریخ حکومت‌های ایدئولوژی یا مذهبی دیگری این مسار رو رفتن و در حقیقت خدافظی آقای ملکی در اون راستا هستش. سپاسگزارم. آقای خدابخش. ببینید، به یاد داریم زمانی که آقای ماو به همراه همسرش و گنگ و فور یا اون چهار تن انقلاب فرهنگی را هم راه انداخته بودند و داشتن استخونها یا اسکلت‌های آنهایی که مخالفن حتی بهترین دوستان ماو رو خرد می‌کردن، یک دیواری بود به اسم دیوار دموکراسی و مردم میرفتن نامه های خودشون رو میزدن روی اون دیوار. اون روزها همه ستایش میکردن رهبر ماو رو که ببینی چه دموکراسی در چین آورده، در حالی که دیگر در زندان ها جایی نبود. اونها به هر بهانه ای هم همه رو تیربارون میکردن. این رژیم بسیار خوب آموخته. من با بسیاری از زندانیان سیاسی که به خارج آمدن یا گفتگو کردم یک نوع دوستی و الفتی پیدا کردم، ولی این صداقت رو داشتم که همیشه به اونها گفتم من با تردید و شک به شما نگاه میکنم، احترام میگذارم. چرا؟ چگونه یک رژیمی میتونه زندانی سیاسی رو به مرخصی بفرسته؟ زندانی سیاسی رو میتونه این فرصت رو بده با تلفن دستی با رادیو صدای ایران یا تلویزیون های لس آنجلسی مصاحبه کنه. پس بنابراین رژیم ضد رژیم رو ساخته که آقای ملکی باشه، که آقای ملکی به نظر من جزء دستگاه بود ولی به تدریج الان تبدیل شده به یک موجودی که میخواد ثابت کنه من تا آخرین قدم خواهم ایستاد، در واقع از اعتبار خودشم دفاع میکنه. ببینید، من آقای ملکی ممکنه یک روز در یک بازی هایی بود، امروز دیگه از اعتباری، راست میگه، مرد سال خورده ایست، بارها این نامه ها رو نوشته،
ولی خواهش میکنم این نامه ها، نامه های آقای نوریزاد، آقای خزعلی، نامه های آقای تبرزدی، رژیم به بهترین نحوی از این مسئله استفاده میکنه. و من دیدم در یکی از گفتگوها خود آقای اکبر گنجی، چون الان نگه داشتم برای برنامه چهارشنبه، داشت به یک مخاطبی میگفت این رژیم دموکرات‌تر از تمام رژیم‌های منطقه، چرا شما میتوانید نامه بنویسید یا اعتراض کنید. در سیستم آمریکا شما نوام چامسکی رو دارید که میتونه اعتراض کنه، ولی در دانشگاه MIT هم درس بده. بنابراین این رژیم خیلی بهتر از رژیم سابق، رژیم شاه، این بازی ها رو میشناسه. جامگوهرزاد، ببینید مشکلی که هست، من فکر می‌کنم این تصوری که در خارج از کشور از درون ایران هست در یک برهه سالهای 60 هست متوقف هست. سببش این است که به علت بالا بودن میزان هشدار و استبداد و شکلی از استبداد که در سالهای 60 حاکم بود، ما همش نگاهمون از سوی اون چیزی است که در اون سالها بیرون آمده، در حالی که این رژیم جابجایی های خود را نه به مفهوم بهتر شدن بلکه به سبب دگرگونی که پیدا کرده به وجود آورده. این که آقای خدابخشیان در اصل تعجب میکنن و در شگفت میشن که آیا در زندان میشود نامه نوشت یا ننوشت، حق دارن ایشون. این به سبب این هست که ما سالهای 60 بزرگترین سالهایی است از جمهوری اسلامی میشناسیم که در اونجا در زندان ها در اتاق های 2 در 3 یا 3 در 4 70 نفر به صورت کتابی نشسته، ایستاده و خوابیده، بر 3 قسمت تقسیم میکردن. چند روز پیش یکی از بچه هایی در سال 60 زندانی دیگه تصویری برای من فرستاد از تصویر اون سالها در حسینیه اوین که نشان دهنده بیش از 5000 نفر آدمی است که در اونجا زندانی 25 سالی است که اووردن فقط در مراسم محرم شرکت کنند که بعدا بسیاری از اونها اعدام شدند. نگاه ما از اینکه کسی نامه از زندان می‌نویسه، از اینکه در زندان می‌تواند به مرخصی بیاید، نباید به این مفهوم باشد که این یک نقشی داره در این میان بازی میشه. در حال حاضر شیوه نگاه جمهوری اسلامی و شیوه فشارش و توان بالاش و میزان پایین زندانیان به جایی رسید که و آگاهی جهانی که دیگه اون روش سالهای 60 رو ادامه نمیده. و این به مفهوم این نیست که جمهوری اسلامی دست از استبداد و فشار و سرکوب کمتر داره انجام میده یا برداشته، نه، شیوهش رو تغییر داده. دیگر شیوه سالهای 60 مرسوم اونها نیست. به این ترتیب نوشتن نام از سوی آقای نوریزاد یا آقای مهدی چیز بسیار عادی است که اون هم از توان خودشون استفاده میکنن و در این روزها از کارزار گفتگو بهره میگیرن و باید اون رو به فال نیک گرفت همواره و نباید درش شک. آقایون، من فکر میکنم که من نظرم با جناب گوهرزاد و به مقدار زیادتری با جناب خدابخشیان تفاوت داره. من حقیقتش ماجرا رو این شکلی نمیبینم که این رو فقط از این فضا باید استفاده کرد. در واقع نمیخوام تحلیل فضای صحبت بکنم. من فکر میکنم که این یک مطلب بسیار بسیار جدی است. اجازه بدید با توجه به شرایط ببینیم. آقای ملکی داره میگه آقا شما صلاحیت رهبری نداری به طور صریح و روشن. امروز آقا رئیس مجلس خبرگان هم میگوید که این دیرکی است که خم شده بالاش، نذارید که این بشکنه. ایشون دعوت میکنه به انتخابات آزاد زیر نظر ارگانهای بین المللی و درست یک هفته قبل در کنفرانس پراگ ایرانیان مقیم خارج از کشور هم همین رو مطرح میکنن. به نظر من این طرح این مطلب از طرف آقای محمد ملکی با استفاده از فضای داخل به هر حال ظرفیت طرح مسئله انتخابات آزاد رو در داخل کشور میرسونه که عده زیادی باش موافقن، اما در داخل خارج از کشور من این تحلیل رو براش ندارم. در خارج از کشور به نظرم این نوعی عقب ماندگی دید خارج از کشوره که فکر میکنه جمهوری اسلامی ممکنه به انتخابات آزاد تن در بده. قاعدتا فکر میکنم که آقای خود محمد ملکی خودش هم میدونه
که آقای خامنه‌ای دارای اون بزرگواری نیست که به اصطلاح انتخابات آزاد تن در بده. جناب خانم شما ده ها نامه می توانید قبل از این نامه آقای ملکی، ضمن خود این که آقای ملکی هم همین حرفا رو یک سال پیش دو سال پیش با همین شدت عنوان کرده. ببینید ما با آقای ملکی الان کاری نداریم. آقای ملکی شهامت به خرج داده یا از شرایط تاکتیکی استفاده کرده، این نامه رو نوشته، به هنگام هم نوشته، دقیقا درست میگید. اما توجه کنید نظام چگونه بازی میکنه. ببینید رژیم جمهوری اسلامی میدونه آقای اوباما میاد برای مذاکره، بنابراین باید یک شانسی هم به اوباما بده. میاد برای مذاکره؟ بله، اوباما قول داده که من مذاکره خواهم کرد. هنری کیسینجر هم تایید کرد که آقا اگر میخوای مذاکره کنی همین سال 2013 نرسیده تمام شده تموم کن. پس سیستم آمریکا شاید ترجیح میده الان یک مذاکره جنبی صورت بگیره. حالا چه کسی؟ توجه کنید اونور چه کسی باید صحبت کنه. احمدی نژاد عددی نیست، دورش تموم شده، داره میره بیرون، درسته؟ پس احمدی نژاد طرف مقابل مذاکرات نیست. آیا خامنه ای به اصطلاح اون تریکای آقای خمینی رو داره که بگه مجلس تصمیم بگیره؟ اون موقع آقای رفسنجانی بود پاسکاری میکرد با آقای رفسنجانی زمان گروگانگیری، همه چیز به اصطلاح برد به مجلس. بنابراین ببینید من زیاد هیجان زده نمیشم، چون مدتی است عده‌ای در داخل سیستم در فکر اینن بیای جمهوری اسلامی منهای ولایت رو را بندازیم، شر این ولایت فقیه رو کم کنیم، دنیا ما رو با تحسین نگاه خواهد کرد، ما میشیم یک اخوان مسلمین جدید یا میشیم یک ترکیه جدید. خود دستگاه فکر نکنید، در داخل دستگاه مدت هاست همین آقای مهاجرانی، همین آقای کدیور در نشریه به عنوان بهمن می نوشت آقا زمان این رسیده جمهوری اسلامی منهای ولایت. الان از آقای آریو برزن پرسشم مطرح میکنم، ولی با تحلیل شما یه گوشش کمه. بفرمایید. نه حالا بعد از آقای چش بفرمایید. خواهش. ببینید در رابطه با اون چیزی که جناب گوهرزاد فرمودن که اولا شرایط مسلما شرایط سالهای 60 نیست، اما یک چیز رو خوب ما در نظر بگیریم اینه که حکومتی رو که ما داریم حکومت بسیار باهوش و از یکی از نوع پلیسی ترین حکومت‌های دنیاست. مسلما این حقیقت داره که 5000 نفر رو در یک حسینیه بذاریم، 5000 نفر یکی میتونه کاغذی به قول معروف رد و بدل کنه یا نه. اما حرفی که آقای خدابخشان زد من به یاد بیارم، از داخل سلول شخص به خصوص تقریبا هفته یک بار یا هفته ای دو بار صحبت تلفنی میکرد. خب یک سرویس اطلاعاتی برای خودش، یک سری به قول معروف اجنده و برنامه هایی داره. چطور این برنامه همینجور امتداد پیدا کنه و بعدم طرف سوار هواپیما بشه و با صلوات و غیره و غیره احتمالا یه آقای پرلنامی هم برن کنه بیارش اینجا و به قول معروف جریان دانشجویی رو یک دونه تخته گندش روش با اعمال و غیره و غیره، چون حکومت بسیار باهوشی است، الزاماً این نیست که شخص عامل جمهوری اسلامی است. شخص رو روی داده های پسایکالاجیک این اشخاص شما میتونید حساب بکنید، دریچه رو باز کنید بره، بعد از اونم تازه چه خطری خواهد داشت. یکی میاد بیرون جزء یکی از این میلیون ها به قول آقای خاتمی مهاجر خارج از کشور میشه. اما این بازی اگر ما خوب نگاه کنیم، من گمان کنم آقای خدابخشان با ایشون تا حد زیاد هم عقیده هستم، در راستای واقعا اون بازی بعد از دادگاه میکونوس و در حقیقت فیسلیف یا جراحی پلاستیکی که ممتد در حال تغییره، تمام متوی اون رو اگر شما نگاه کنید در اینجا که خب ضمن درودی که بنده به آقای ملکی مسلمان دارم، هیچ وقت یک دونه حرکت مثبتی در راهی که باور به یک حکومت مردم سالار در ایران هست رو، ولی درش نباید گم شد، مثل به قول معروف آب رنگ بازی که همه اپوزیسیون ایران در حقیقت در این غرق کرد خودش رو. یا اصلاحات درونی که متاسفانه بزرگترین بلندگوهای اصلاحات درون خارج از کشور شد تا به رسالت اپوزیسیون خودش بازی کنه. امروز هم
گمان بر این است شما ببینید موقعی که حرف از انتخابات آزاد حتی زیر نظر مراجع بین المللی بزنید، مگر مراجع بین المللی این امکان رو دارن که بر سر هر صندوقی در تمام قریه های ایران، در تمام به قول معروف مناطق ایران یک نفر رو بذارن؟ تمام وزارت کشور جمهوری اسلامی و تک تک سیستم به قول معروف انتقال قدرت و حراست سیستم همه بر سر جای خودش. یعنی شما امروز اون سر زشت رو میزنید به قول ایشون، در این حال کارتتون رو به قول آقای خدابخش اگر حرفای وکبیلری ایشون رو باز کنم فولد میکنید. این هم چراغ چکمینک زن من به آقای اوباما که خصوصا درست میگن. آقای کیسینجر گفت برید یک پروپوزال گنده بدید، اگر پروپوزال نشد اون وقت آماده تقاطق پشتش باشه. متشکرم جناب گوهرزاد عزیز. نخست پیش از اینکه دوباره قطع بشیم من تصور می‌کنم جناب من و شما در یک موضوع مشترک داریم فکر می‌کنیم، ولی شما برداشت نادرستی از وقتی از حرف من کرد. من اتفاقا تایید می‌کنم نظر شما رو. من این هشدار رو دادم که با معیارهای سال دهه 60 نسنجیم نامه‌هایی که میاد، زندانیانی که به مرخصی میان و اونجوری که در امروز جمهوری اسلامی گفت میده رو نه به حساب باز شدن فضای جمهوری اسلامی بذاریم، نه به حساب این بذاریم که تا اندازه شک بکنیم در اون چیزی که داره روی میده. شیوه و شرایط عوض شده. به این ترتیب من هم به همانند شما فکر میکنم که درون ایران آدم های مثل آقای ملکی تصور میکنن که امکان این که ما به سوی این انتخابات آزاد در شرایط امروز جهانی برویم و اون رو باید در ایران رشد و توسعه داد، دست کم حرف شد از درون ایران زد باز هست و باید این کار رو انجام داد. من هم با نظر شما موافق هستم. خیلی متشکرم. اما اون گوشه‌ای که به نظر من در تحلیل جناب علی نشیدمش، اشاره کردید که جناب آقای اوباما با طرحش میاد، کسینجر هم گفته آقا برو این کارو بکن تا سال 2013، اما انتظار داشتم که بفرمایید که یک ضد این طرح هم هست که همزمان جلو میره، یعنی یه بازی طرف دیگه هم داره و اون بازی اسرائیله که آمد و در همین مناقشه اخیری که اتفاق افتاد و بیش از 100 نفر از اهالی غزه جان خودشون رو از دست دادن، در واقع موشکای ایران رو امتحان کرد در وسط زمین آسمون تا آماده باشه برای بعد از پیروزی آقای نتانیاهو در واقع با قلدری بیشتری هم با آمریکا مواجه بشه هم با ایران، چرا که تفاوت‌های اساسی بین خط مش اوباما و اسرائیل امروز وجود داره و اینو نمیشه ندیده گرفت. یا در واقع به نظر بسیاری از کارشناسان اسرائیلی حداقل اینو میتونم بگم، آهارت یا دیگران، این بود که اوباما و نتانیاهو در غزه با هم آشتی کردن. دقیقا این بود بس. بعضی ها میگفتن آقای اوبامایی که صلح طلبه چگونه موشک های به اصطلاح ساخت ایران رو که حماس به سوی اسرائیل پرتاب میکنه رو اجازه میده که از حقش اسرائیل دفاع کنه، ولی چرا مردم پاکستان نمیتونن ما با درون میزنیم واکنش نشون بدن؟ لیبرال ها این گونه همیشه بحث میکنن. اما ببینید بازی حماس بازی بسیار جالبی بود، یعنی بهترین برگی بود که تا نتانیاهو بازی کرد. همین دقیقاً اولین این که آزمایش کرد، فهمید چقدر موشک در اختیار ایناست، چه توانایی هایی دارن، چگونه خودش باید مردم اسرائیل رو آماده کنه برای یک به اصطلاح موشک پرانی دوم. دقیقا درست میگه. من اصلا معتقد نیستم که آقای نتانیاهو الان کوله بارش رو بست، از در آشتی دارم از فردا با هینی و خالد مشعل روبوسی خواهد کرد، اصلا امکان نداره. اما باز جمهوری اسلامی رو دست خورد. ببینید در جنگ اول با حزب الله تمام نماینده های سپاه که در بیروت بودن فرار کردن وقتی ارتش اسرائیل وارد شد. چرا؟ نمیخواستن دنیا بفهمه اونها در اونجا حضور دارن، نه اینکه از اسرائیل ترسیدن، نمیخواستن افکار عمومی بگن دیدید ما گفتیم سپاه پاسداران در لبنان در حزب الله، رفتن سوریه و بعد رفتن ایران. در اینجا هم باز همین شد. ببینید اینها حماس رو عربیزه کردن. ببین قشنگترین کاری که اینها میکنن به تدریج به اصطلاح این بسیار جبهه های رژیم رو، جبهه 4-3-2-1 تا تهران رو دارن عربیزه میکنن. اگر اینا خیالشون راحت شد از حماس
که الان از طریق قطر بیشترین کمک های مالی رو میگیره که بهش حتی مجله فورین پالیسی شیخ قطر رو گذاشته جز متفکران جهان و کیسینجر عربی، خیلی مسخره است. همینجوری که دیگران رو میذاشت ما دکپ میزدیم بی جهت. ببینید اینجا یا دقیقا من اگر کف زدنه ببینید، ولی من قبول دارم باید مراد، بنابراین یه چیز پیش خواهد آمد. اوباما مجبوره سریع‌تر عمل کنه و خیلی ها معتقدن اگر آقای کری، جان کری که ایشون ازم بیشتر از من میشناسن چون رفتن باشه، اگر جان کری وزیر امور خارجه شد خیلی راحت تر گفتگوه، که خیلی هم معتقدن ادامه سیاستش، خیلی هم معتقدن با لابی ایرانی ارتباط داره. ولی دقیقا درست میگید، باید ببینیم اسرائیل چه برگی رو رو میکنه، مخصوصا بعد از اینکه به نظر من در مصر فعلا بحران موقتی وجود داره. من در یه جای دیگه با آقای خدا ببخشید آقای گوهرزاد، شما هم نظرتون بفرمید. ببینید چی که در منطقه داره میگذره اون از اون چیزیست که هر کدوم از این کشورها در محاسباتشون بگن. وقتی که حرکت‌های سیاسی به شکل چند وجهی در میاد، اگر به صورت دو کشور در روبروی هم هست، وجود متفاوت بازی یکدیگر و حرکت یکدیگر رو میشناسن. الان منطقه در حالت چند وجهی است، یعنی شما یک بار در یک گوشه مصر رو دارین که میآید در وجهه جهانی کوشش میکنه بین اسرائیل و غزه آتش بس رو ایجاد بکنه، و در همون شرایط همون آقای مرسی میان شرایط امروز اخوان المسلمین رو برای مردم در درون کشور مصر برقرار میکنن، شرایطی که نه غرب از اون شادمان است نه مردم از اون شادمان است. میای این منطقه رو میکشین کمی اینورتر، میبینین که در مورد مسئله حماس با این که به نظر میآید که آقای نتانیاهو برنده این ماجرا شدن، از سوی دیگر میبینیم که آقای حماس هست با تمام شکستی که در این چند روز خورد در نظر نیروی از دست دادن تعداد مردم در فلسطین و نیروی نظامی که تا اندازه‌ای در نظر مهمات داشت، ولی از راه دیگری نشون داد که فاصله گرفتنش از جمهوری اسلامی بسیار جدی است و در این محاسبات سیاسی دنیا برای خودش دفتر تازه‌ای باز کرد، دفتر تازه‌ای که همین چیزی که اشاره می‌فرمایید مسئله قطر و عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه که خارج از اون بحث شیعه هستن در اون بیشتر جا می‌گیرن و می‌تواند امروز سفیرشون در مورد در سفیر ایران در سوریه بگوید که بله با مشکلاتی در زمینه سوریه با حماس داریم. اینها به شکل گره خورده‌ای به هم دیگه به شکل چند بچه است که به سادگی نمی‌توان دو بچه را آورد و دو بچه برنده کرد، یا بگوییم که این دو بچه غالب است. آقای اوباما تبدیل تردید به سوی گفتگو میرن، این چیز تازه‌ای نیست. ولی اینکه آقای کری، که البته آقای کری وزیر دفاع خواهند شد به احتمال زیاد، جای آقای لیون پانتا خواهند اومد و خانم سوزان رایس احتمالاً باز گفتگویی که داره در مجلس پیش میده به دبستانی که هست، ممکن است ایشون وزیر خارجه بشن. حالا هر کدوم بشن تفاوتی نمیکنه. سیاست آقای اوباما در مورد مسئله ایران تفاوتی نکرده و گفتگو خواهد بود. مسئله این است که انتخابات اسرائیل در 23 ژانویه تا چه اندازه میزان قدرت آقای نتانیاهو رو در یادگیری های خودش در درون اون کشور نشون بده. اینا به صورت گره خورده به هم و به صورت چند و چیز و به صورت یک حرکت یک به دو و دو به نمیشه بهش به سادگی نگاه کرد. اما یه نکته ای رو آقای آریو برزن گفتند که به نظرم با اون یک مشکل کوچکی من دارم اشاره کردن، که به هر حال اینها فقط چهره بالا ممکنه عوض بشه ولی ساختار همونجور بمونه. من فکر میکنم ساختار جمهوری اسلامی علارغم ظاهر خیلی محکمش، دائما صحبت از این میشه سپاه پاسداران بر همه جا مسلط شده، آخوندها دیگه بازیچه سپاه هستن، سپاه دلیل نمیبینه که به طور رسمی اینا رو کنار بزنه چون در عمل کنار زده شده هستن و ممکنه بیاد و مسلط بشه و دیکتاتوری نظامی برای ایران در ایران ده ها سال ادام پیدا کنه. من فکر میکنم همه این تحلیل ها یه چیز رو نمیبینه، اون نفرت مردم ایران از کل این حکومت و نظام، و به مجردی که اون خمارشکن
میدونی خمارشکن چیه؟ بله. اون خمارشکن رو ملت ایران بهش برسند، من فکر میکنم که یعنی بعد از مرگ یا کنار گذاشته شدن آقای خامنه‌ای هیچ نیروی نخواهد توانست بیش از 70 و چند میلیون ایرانی رو جلوی نفرتشون و ابراز نفرتشون رو از کل این سیستم حتی سپاه پاسداران بگیره. به عقیده من فکر میکنم که برخلاف همه کسانی که دلشون میخواد با انتخابات آزاد ایران از دست آخوندان نجات پیدا کنه، من کشورم روی دریایی از خون میبینم که اجتناب ناپذیره و نتیجه 36 سال جنایتی است که در کشور ما شده. بفرمایید. ببینید جناب فروزنده، مسلما حکومت ما که شما صحبت میکنین، ما به یاد داشته باشیم سرمایه های نجومی که واقعا غارت شده. من بعید میدونم واقعا اون کسانی که گوی اطلاعاتی و در حقیقت گرداننده اصلی جمهوری اسلامی هستند، همونجور که اشاره کردید، به این راحتی بیان در نفرت عمومی و در این که اگر کله به اصطلاح آقای خامنه‌ای هدیه بشه، در اونا من هیچ بحثی واقعا ندارم و حرف کاملا درست و منطقی است. همونجور که میتونه تسریع بکنه پروسه دکمپوز شدن نظام، ولی اولتیمتلی میاد به این که این بازی هایی رو که بخش از خود این حکومت اجازش رو داره میده، مسلما اونها هم حساب های خودشون رو در این راستا کردن. یادمونم نره در این معادله یک چیز عمده ای که کم هست وجود یک اپوزیسیون است که در حقیقت حس اعتماد به مردم داده باشه که بتونه کار کنه. این متاسفانه وجود نداره. شاید بخشی از خود حکومت اسلامی امروز در عجبه که این میوهی که ما به این درخت هستیم که گندیده، چرا یه دستی نمیاد تق رو به این مزنه بیفته. و این بازی در اینجاست که گمان کنم گیره. اما من پروانه میخوام، چون اشاره خدا بخشیان کردن، میخواستم برای کسانی که احتمالاً برنامه رو می‌بینن یک موقع جای سوء تفاهمی نشه، منظور شما از رابطه من با آقای کری رابطه تشنج بود. من می‌خواستم حالا وارد صحبتش نمی‌خوام بشیم، نه یعنی دوستی یا همکاری با آقای کری، می‌خواستم این مشخص برای کری. چون نه آریوی نازنین، قبل از اینکه این دوستان الان ها رو وارد گوت شدن و بازی‌های نمایشی انجام میدن در همه تلویزیون‌ها هم ظاهر میشن، آریو برزن از بچه هایی بود که در واقع یک جنبش دانشجویی نامرئی رو هدایت کرد. چرا میگم نامرئی؟ ما که جنبش دانشجویی در تهران نمی دیدیم، هنوز به این صورت گسترش پیدا نکرده بود، ولی آریو نازنین من یک سایتی داشت، هم با لابیستا می جنگید، هم بچه ها رو پروموت می کرد و در واقع همه ما اطلاعاتی که دریافت می کردیم از اون سایت آریو برزن بود که بعد با دوستان خیلی قدرتمند واشنگتنی هم در افتاد. و ببینید ببخشید، من خواستم نمیخواستم برنامه از را. فقط میخواستم برای کسانی که فکر نکنن من احتمالا در این دنیای ناکجا آباد که کارتا واقعا به هم ریخته، خورده یا بگیری با آقای کری یا این دار دسته داشتن. ببینید رژیم جمهوری اسلامی، نمیدونم از شاید از جنرال فرانکو یاد گرفته، ستون پنجم پیاده کرده. جمهوری اسلامی چهار تا خاکریز به گفته خودشون داره که مانع میشه اسرائیل مزاحم بشه، یعنی حماس، حزب الله، سوریه، ایران. اما جمهوری اسلامی خاکریز پنجمش، بازی بود پنجمش، یعنی در اختیار گرفتن اپوزیسیون برونمرزی است که تا به حال موفقش کرده. شما اپوزیسیون برانداز ندارید. مجاهدین اپوزیسیون برانداز هستن، اما بارها هم همه در این برنامه صحبت کردیم، فعلا ما نمیدونیم چقدر طرفدار در ایران دارن، اگرم داشتن شاید هم باختن، شاید الان یارگیری میکنن. اما نکته دیگر یادتون نره، ما یک کنفرانس برگزار میکنیم، 61 نفر مخالفت میکنن، یک نفر یک مقاله مینویسه، 91 نفر ببین آدم هایی هم مثل اکبر گنجی حاضر آماده، صدها اکبر گنجی اینا دارن، اکبر گنجی با اعتبارشونه. بله. شما هر کاری در رابطه با براندازی رژیم میخواهید انجام بدید، اینا با نامنگاری که این آلترنتیو امریکایی ها پولشو دادن، عرب ها دادن، شاید هم درست ها، من اصلا وارد نمیشم چون اصلا این اپوزیسیون بازی رو
من قبول ندارم، اصلا قبولشون هم نکردم، دخالتم نمی کنم. اما شما توجه کنید، رژیم ما رو در آمریکا هاستیج گرفته و آچماز کرده، بنابراین خیالش راحته. آقای گوهرزاد، شما نظرتون چیه؟ آیا واقعا فکر میکنید که ایران مسیر گذرش از جمهوری اسلامی میتونه مسیر صلح‌آمیز کمخونی باشه، یا واقعا ما یک مسئله اصلی داریم؟ چه اتفاقی ممکنه در ایران بیفته که گذر آرام باشه؟ البته پرسش چند میلیون دلاری است. اگر کسی میدانست فردا صبح جمهوری اسلامی رو صندلیش رو از زیر پاش میکشی، مطمئن باشید. ولی اون چه که آرزوی همه ماست، من فکر میکنم که تردیدی درش نیست، گذار مسالمت آمیز است. با اون چه که تفاوت میکنه، با خونریزی کاملی که برخی به اون نگاه میکنن، با اینکه هر گذار مسالمت آمیزی هم بی تردید تا اندازه خونریزی درش خواهد بود، مفهومش این نیست که یک نفر هم خون از دماغش نخواهد اومد. ولی گامی که امروز وجود داره، شرایطی که امروز در نظر جهانی وجود داره، میتواند گذار مسالمت آمیز رو برای گذر از جمهوری اسلامی فراهم کنه. ولی در آن سوی قضیه فراموش نکنید، در حالی که در حال حاضر تبدیل میشن اقوام ایرانی به ملت، تعریف ها از قوم کرد بلوچ تبدیل میشه به ملت کرد و بلوچ، فاصله تازه‌ای رو و کارنامه تازه‌ای رو، برگ تازه‌ای رو پیش رو میذاره و تفاوت میکنه این نوعی از فدرالیسم که امروز نگاه میکنن و نوعی که برای جابجا کردن جمهوری اسلامی و آلترناتیو سازی نگاه میکنن، با اینکه بخوان همه با هم در یک حرکت بزرگ جمهوری اسلامی رو به کنار بزنن و یک ایران داشته باشیم، تا اینکه شش ملت قرار است تبدیل بشه. طبیعی است که جهان غرب و کسانی که بخوان در جهان، در ایران تکه تکه ایران بشه، میتواند از این بار بهره بگیره و بهره گیری از این حرکت تکه تکه شدن خود به خود گذار جمهوری اسلامی رو نه تنها عادی نخواهد کرد، برای مدت بسیار طولانی با خونریزی فراوان خواهد کرد. من میتونم بکنم؟ شما فرامرز فرزنده نازنین گفتید من نگرانم خونبار خواهد شد این گذار. چرا؟ فکر میکنید جنگ داخلی، صحبت جنگ داخلی میکنید یا عوامل دیگر؟ نه، من فروپاشی رو میبینم با خونریزی فراوان، برای اینکه شما 75 میلیون مردم رو 34 ساله به صورت گروگان نگه داشتید، خفشون کردید، بهشون تجاوز کردید، کشتیدشون، تمام ارزشاشون از بین بردید، کافیست اون لحظه ای که شما رو ضعیف ببینند، تمام گردناتون رو میزن و این اتفاق خواهد افتاد. این اتفاق حتی برای سرداران سپاه هم خواهد افتاد. معنیش این نیست که سپاه مورد قبول مردمه، نه. به مجرد اینکه شما این مسئله، چون ببینید خامنه‌ای به هر حال از نظر شرعی در ذهنیت مردم ایران جایگاهی داره، ولی سردار فلانی اینو نداره. سردار فلانی یه چیزی میشه شبیه قذافی، برای همین هم اینو نگه داشته، درست؟ بنابراین لحظه‌ای که این ممنوعیت شرعیش هم برداشته بشه و ایشون ساقط بشه، به نظر من فروپاشی ایران آغاز میشه و این فروپاشی بدون تردید با خونریزی فراوان همراه. قانع کننده نیست؟ چرا؟ اما آیا اولا مردم، ببینید زمان شاه انقلاب در زمان، خوب شما آگاه تر از من این، چون تو مسائل سیاسی بیشتر بودید، اکثر مخالفان دور دیده بودن، چریک بودن واقعا. نسل اخیر ما، همینجوری که من در قبل از اینکه جنبش سبز حرکت کنه گفتم خداحافظ رفتم منزل، چون معتقد بودم نسلی خواهد آمد بسیار شیک و شد 48 ساعت اول، برای همینم رژیمی گفت سوسول ها آمدن، یا این غربی هایی که طرفدار ماندن رژیم بودن گفتن the Gucci crowd، همه اینا گوچی و رینبم میزنن. آیا ما گروه هایی در داخل داریم؟ امکاناتی داریم؟ برای چی؟ برای یک درگیری جنگ داخلی یا؟ من این رو، منو همیشه نگران نکته بسیار اساسی مطرح میکنید، شاید با طرح سوال بعدی من
و پاسخ که دوستان خواهید داد جواب این سوال بگیریم. ما در خارج از ایران که همین امکانات رو داریم، من این لغت که به کار میبرم قصدم توهین نیست، ولی واقعیت بهتر از این لغت پیدا نمیکنه. ما یک اپوزیسیون ولمعتل داریم. در خوشبینانه ترین شکلی که تبیین بکنید اینه. دقیقا. شما اگه به این کنفرانس پراگ نگاه بکنید، ولمعتلی رو در کل کنفرانس میبینید. ضمن این که در تایید صحبت های آقای گوهرزاد، بازی کردن توأم با عدم صداقت رو هم میبینید از جانب کردها که در جلسات شرکت میکنند. در اون جلسات که شرکت میکنند سعی میکنند جلوی خودشون رو بگیرند. آقای عبدالله مهتدی خیلی سیاستمدارانه صحبت میکنه، آقای شرفی یه خورده تندتر و دیگران آقای سلیمی به هر حال یه جوری از پس مطالبش برمیاد ولی برگزار میکنه. اما در حالی که هنوز در کنفرانس هستن، خانم ناهید بهمنی در یه مصاحبه با نشریه رسمی وبسایت حزب کمونه شرکت میکنه، میگه آقا ما مفهومی به نام ملت ایران رو اصلا قبول نداریم، ایران متشکل از 6 ملت. در تایید صحبت های آقای گوهرزاد و آقای شاهو حسینی برمیگرده میگه ما اصلا از طرف حزب دموکرات، نماینده حزب دموکرات در خارج از ایران و عضو دفتر سیاسی این حزب، اعلام میکنه که ملتی به نام ملت ایران وجود نداره. آقای گوهرزاد دلیل این جریان چیه؟ وقتی الان جهان رسم شده که از منشور سازمان ملل صحبت میکنن و در منشور سازمان ملل در گفته میشه که هر ملتی حق داره در مورد آینده خودش تصمیم بگیره و هر ملتی آزاد شیوه حکومت خودش رو و شیوه سیاست مداری خودش رو در درون کشورش رو تعیین بکنه، خود به خود برای اینکه شما بهره‌مند بشید از این ماده قانون حقوق بشر سازمان ملل، منشور حقوق بشر، به این ترتیب اگر ملت باشین اون بخش از ماده حقوق بشر شامل حال شما به تنهایی میشه. به این ترتیب میگوید که میاید در تعریف به جای اون ملت که گذاشته در منشور سازمان ملل بگذارید که میشه ملت کرد آزاد است و این حق را دارد که در مورد آینده خود تصمیم بگیرد. این خیلی متفاوت میشه با اینکه بگوییم در ایران اقوام متفاوتی زیر یک چتر و بر زیر یک حکومت مرکزی زندگی میکنن و درخواست میکنن برای خودگردانی، درخواست میکنن برای عدم تمرکز. ولی این گامی فراتر از خودگردانی و عدم تمرکز با اعلام این که این چیزی در ایران داره ملت‌های متفاوت است، بهره‌گیری از اون حقوقی است که در منشور سازمان ملل برای حقوق ملت ها آمده و این تفاوت گذاشتن به قول این فرنگی ها روی دفنیشن فقط مفهوم واژه‌ای نداره، دریافت مفهومی و بعد سیاسی داره که در درون نهفته است. سپاسگزارم. آقای آریبرزن. آقای گوهرزاد به خوبی اشاره کردن تاکتیکی رو که این حضرات میخوان اینجا بازی کنن برای چی، این جریان هی ملت ملت رو میرن. حالا از اون که فکر کنم از حیطه صحبت در برنامه زمانش خارج باشه که اصلا ملت یک کانسپت دنیای مدرن هست از فرانسه تنسیون و غیره به وجود، و اینها دارن در حقیقت یک بازی، ببخشید این رو هم که من میگم به اندیشه ربطی نداره، این مسئولیت حقوقی خود بنده رو در این وسط داره، یک بازی مزورانه هست که بعضی از این گروهک ها دارن انجام میدن روی یک پلتفرمی فکر میکنن. امروز چون یک سری پول ها از العربی از طریق ببخشید آقایانی مثل نوریزاده و غیره جلساتی برگزار میشه، به خود من رب داره این صحبت با تمام در حقیقت عوابقش، ولی این خواهشم اینه که اسم بالاخره میگم چون یه موضوع یک مملکت 70 میلیونیه یک جا بعضی ها باید درک کنن که حدها در کجا هست. موقعی که ما حرف از آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و غیره میزنیم نمیتونیم پلتفرم رو بر کسی بذاریم یا بر کسانی بذاریم که بقای اگزیستانسیالیست ایران رو میخوان چیز کنن. ببینید در رابطه با مقوله آذربایجان یا کردستان یا بلوچستان، هر کسی که گمان کنه که جمهوری اسلامی تبعیض قومی میکنه یا ناآگاه یا بیسواده، در بالاترین هرم‌های این حکومت ترک زبان و کرد و بلوچ و غیره و غیره و ترکمن و همه هستن و در این پات مالی و قدرت
دست میبرن. جمهوری اسلامی در اونجا تبعیض میکنه که به اصطلاح اون چیز مجهول فارسی که وجود داره اگر برخلاف خواستهای باوری حکومت یا منافع مالی حضرات زیر حکومت قرار بداره تیغ میندازه. دیدید بر فروهرها که همین چند روز پیش سال روزشون کشت شوهرشون بود چه کرد و بر دیگران و دیگران. منظورم این آقایون هم میاین برای یک جامعه بیشتر مخاطب روستایی این جریان ملت ملت شوویلیسم یا غیره رو چیز میکنن. درسته که شما اگر کردستان ایران رو نگاه کنید، شهرهای کردستان ایران، شهرهای آذربایجان، شهرهای بلوچستان ایران رو با اون قسمت‌های از همین قسمت‌ها که در اون ور مرزها افتاده ریشه و در درجه مدنیت رو که شما حساب کنید، این حضرات کوچکترین خریداری ندارن. تنها باور این حضرات این هست که با کمک عربستان سعودی و اسرائیل و آمریکا، درست مثل سازمان مجاهدین میگن که احتمالا ما نمیدونیم چقدر داره، واقعا اگر داشتن در یک دونه بمبست اشرف گیر نمیافتادن که بعد به کمپ آزادی برن. یعنی باور اینا. حالا میاد به کسانی که من نباید بهتر اسمشون رو نبرم. من گمان کنم قشنگتر و درستر اینه موقعی که با بقای یک ملت، خصوصا با بعضی گذشته های کامله‌اونیکی که بعضی ها داشتن داشتیم، یک چیز درست باشه که آقایون در اینجا متاسفانه تا این ساعت درست عمل نکردند. خیلی متشکرم. ببینید من همیشه گفتم مسئله تجزیه به بازی‌های بزرگ جهانی ربط داره. هرگز شما به خاطر اینکه تصمیم میگیرید من بسیار مرد نیرومندی هستم و بیانات خوبی دارم، نمیتونم بیام و یک مثلا بچه خوزستانم خوزستان رو تجزیه کنم. نه، نمیشه. ببینید اتفاقا من یک سایتی دارم، یک دوست جوانی به نام امید اون رو اداره میکنه و فوق العاده استثنائیه. من تنها کاری که کردم از تونی جوانسال خواهش کردم 17 تا کتاب در اونجا گذاشت که بچه ها این رو سامریشو یا اون خلاصهشو بخونن، که خودشون الان 3-4 تا کتاب رو همینجور به ترجمهشو گذاشتن. یکی از کتاب ها که من دیدم بچه ها زود اون رو استفاده کردن خانم گرترود بل بود. خانم گرترود بل عراق رو ساخت، یعنی نشست روی شن نقشه عراق، چون بود موسل، بغداد، کرکوک. ایشون وقتی از سلط به اصطلاح عثمانی ها سقوط کردن نقشه رو کشید داد به چرچیل. چرچیل گفت بسیار کار درستی کردی، کردا رو نذار، تقسیم کنید کردا رو. اوکی؟ حالا شما نگاه کنید امروز یا همین 48 ساعت پیش در اسپانیا میخواستن کاتالان ها بروند، بارسلون و همه رو بردارن بروند، بعد یادشون اومد 70 میلیارد دلار قرض کردن. اوکی؟ پس گفتم فعلا به تعویق میندازیم. سکاتیش ها، سکاتلندی ها که سردمدارش هم شون کانری آرتیست بود، گفتن آقا چون ما گاز و نفت پیدا کردیم ما میخواییم از شر این ملکه انگلیس راهاشیم، برویم برای خودمون سرزمینی بشیم. اونا هم گفتن فعلا به تعویق میندازیم. ببینید تجزیه یک سرزمین یک بازی بزرگ جهانی. شما یوگسلاوی که یک شبه همینجور تقسیم نشد. آقای کرینگتن، آقای ونس، آقای اوون 100 بار رفتن آمدن، یه دفعه یک نقشه اومد 9 منطقه. عراق همین الان هم نقشش هست به 3 منطقه کاملا. اما ما باید یه نکته دیگر رو توجه کنیم. ما یک مشکل داریم الان در دنیا، رژیم جمهوری اسلامی. شما رژیم جمهوری اسلامی رو بر بیاندازید، یک حکومت مردمی بیارید کاملا. چه کسی دلش میخواد بره؟ نه، شما یه چیزی رو باید جواب بدید، اگرچه نوبت آقای گوهرزاد رو میگیریم، ولی به اختصار جواب بدید. ببینید طرح مسئله رو کردید، ولی اون به یه قسمتش که با جواب میدادید جواب ندادید. شما دارید میگید که تجزیه یک کشور بسته به بازی‌های بزرگ جهانی است، درسته؟ یعنی و عواملی که هست. عواملی که هست. آیا با توجه به اینکه ایران یه قدرت ندوشه، نروس، درسته؟ این در زمان پادشاه ایران هم بوده، منتها اون نوع متمدنش بود، ولی به مراتب در احساسات ناسیونالیستی قوی‌تر از این ملاها بود، اصلا قابل مقایسه نیست. هیچ وقت شاهکار
کاری رو کرد در رابطه با صدام حسین، اگر به یاد بیاریم یه شاهکار سیاسی بود در مورد قرارداد الجزایر. اربند رود شد. بله. مثلا این خودش خیلی فقط همون حرکتش اگه نگاه بکنیم. ببینید این قدرت مورد قبول خلیج فارس، کشورهای خلیج فارس نیست. عربستان دشمنشه. که قطر دشمنشه، تمام شیخ نشینا دشمنشن، هیچ کس این قدرت در منطقه نمیخواد و این سابقه تاریخی داره. آیا امروز با اومدن عملکرد دولت جمهوری اسلامی این که این قدرت رو اشاره میکنن بابا یکی از همین اعضای حزب دموکرات و کمونیست که ایران 6 ملته، ایران رو به 6 کشور تقسیم کردن، آیا به نفع غرب نیست؟ مسلم. چرا؟ مسلم. من اصلا حرف شما رو رد نمی کنم، من گفتم بازی های جهانی، اگر زمانی برسه که این بازیگران جهانی، حتی آقای پوتینش مثلا که از اینا با کیسینجر مشاوره میکنه، به یک جایی برسه که احساس کنن سوریه افتاد، الان کردستان سوریه که نمیشه همینجور رهاش کرد، چند تا کردستان میخواهید درست کنید؟ کردستان 1 2 3؟ نه، من با حرف شما 100% موافقم که همه کمین نشستن، من اصلا تردید ندارم همه کمین نشستن و این دلغک هایی هم که میان زوزه میکشن و ها، من همینو میگم، شما هستید. ببینید چه بخواهیم چه نخواهیم، چه طرفدار پهلوی ها باشیم چه اصلا دشمن شماره یک، آقا اگر رضا شاه نمی اومد با همه بی سوادی دموکراسی رو هم کشف نکرده بود، اصلا نمیفهمید دموکراسی چیه. اگه اون رضا شاه نمی اومد، من که بچه آبادان بودم در آقای خزعل به یادمه، ولی چیکار کرد؟ جمع و جور کرد، چون به صلاح دنیام بود. امروز ما باید یک رژیمی بیاریم که بتونه برگ ایران رو خوب بازی کنه. فقط حرف من اینه. آقای گوهرزاد ببینید این کنفرانس پراگ رو اگه نگاه کنید و شرکت کنندگان در اون رو، من یادم میاد که اگر اشتباه نکنم 3.5 سال پیش یک کنفرانسی در همین مایه ها آقای دکتر منوچهر گنجی در واشنگتن تشکیل داد و سایر این کنفرانس ها رو که نگاه میکنی میبینی از سوی کردها دو گروه حضور دارن، حزب کموله و دموکرات. یک، اینها نماینده کل مردم کردستان نیستن، حد اکثر اینها نمایندگان حزب خودشون هستن که از تعداد اعضاش و حدود نمایندگیشون ما اطلاع نداریم. ولی آقای گوهرزاد یه چیز بیشتری جلب نظر من میکنه که در تمام این کنفرانس ها تعداد محدود مشخصی دور میزنن و شرکت میکنن و سازمان یافته شرکت میکنن. آفرین. آقای گوهرزاد شما هم اینو میبینید؟ ببینید ترتیب این کنفرانس ها رو به این شکل تعریف میکنن. نگاه کنید این کنفرانس ها از 3 نوع شرکت کننده در خودش جای داره. یک، شرکت کننده هایی که برگزار کننده ها به عنوان مهره های اصلی می آورن. دو، کسانی که به عنوان ناظر و یا فقط شرکت کننده می آیند. و 3، کسانی که می آیند تا هدف خودشون رو نیز بگذارن برای برگزار کننده ها که اگر قرار است در آینده انتخابات آزاد در آینده ایران بیاندیشی، طرح ما این است. این 3 بخش رو این کنفرانس پراگ هم داشت که کنفرانس پراگ حالا نسبت به کنفرانس های پیشین یه مقدار شفاف‌تر بود، بیشتر مشخص شد چه می‌گذرد، ولی از سوی دیگر یا نمی‌خوام اشاره کنم برای اینکه انقدر به این موضوع انشای دکان اشاره کردن یه خیلی خنده دار شده، ولی دلیل اون انشای دکانه ای در روز آخر می‌آید که ای از اون خیلی خوشحال میشن که انشا کودکان است، یک واقعیت رو داره. در پشت درهای بسته اون بخشی که گرداننده اصلی این جلسات هستند به توافق رسمی و نسبی دست نیافتند که بتوانند آن رو در قطعنامه خودشون جا بدن. برای همین قطعنامه رو یک نفر نوشته بود، دقیقا این قطعنامه رو یک نفر نوشته، میآورند و میخوانند و حتی برگزار کنندگان اصلی مهره های اصلی به بخششون به اون اعتراض دارن و یا بخششون بعد از اون رو رد میکنن. این که چرا یه عده خاص شرکت میکنن، اینا انتخاب میشن.
از این لس آنجلس وقتی انتخاب میکنن شما آقای فروزنده به بنده رضا گوهرزاد با آقای خدابخشیان یا آقای آلیو برزن رو از آمریکا انتخاب نمی کنن که در اینجا به عنوان حتی روزنامه‌نگار کاملاً عجیبه. عجیب نیست. اولا بازیه. ببینید ایزه بدید من یه دوست منظرم گوهرزاد جانم یه نکته فقط بگم. آریو برزن نازنی یه حقیقتی رو گفت بدون اسم و نام میگم. متاسفانه بازی اپوزیسیون بعد از ارتباط دکتر بختیار با صدام و اون 70 میلیون دلار تبدیل شد به یک کاسبی. باور کنید 32 سال عده‌ای دارن کاسبی میکنن. آدم هایی که واقعا مبارز بودن یا کشته شدن یا دلخسته رفتن کنار گفتن برید شما این کیوسکاتون رو اداره کنید. نگاه کنید این کنفرانس ها همه همون هایی هستن که در میزه گرد های رادیویی تلویزیونی با هم داد و ستد های عاشقانه سیاسی کردن و بعد در سایت ها برای هم مثلا مطلب می نویسن. شما اینا اصلا این کاره نیستن. چرا میگم؟ ببینید کارزای این کاره بود. اولا آدم شرکت نفتی بود تو شیکاگو زندگی کرده بود، همه بازی رو بلد بود. آقای چلبی بازی رو بلد بود. همین آقای موذی الخلف که انتخابش کردن بره بشه رهبر مخالفان سوریه، این یکی از مشاوران عالی شرکت نفتی شل و بی پی بوده. ما از این آدم ها هنوز ندیدیم تو اینا. اینا همه حرف میزنن و معلومم نیست. راست میگه آقای گوهرزاد، پشت درهای بسته چه پوانهایی به هم دادن. شاید بعضی از اینا به کردها هم همین نماینده کردها گفتن آقا اصلا کردستان مال شما، برید حال کنید. واقعا میگم تو اینا جدی نگید. آقای گوهرزاد ادامه بدید صحبت. من نگاه به این شکلی که جناب خدابختیان هست این شکلی در پشت درهای بسته طبیعی است که از حضور شرکت حضور بالای 110 نفر در یک کنفرانس یا 150 نفر در یک کنفرانس. در بسیاری از کنفرانس ها خود ما هم شرکت کردیم، حتی در شکل بین المللیش هم حضور داریم. میبینید که یک گروه دستچینی هستند که اونها میرون و صحبت میکنن، میارن مینویسن میبرن و بر میگردن. این کنفرانس اتفاقا نشون داد که در آخرین لحظه نتونسته به اون توافق واقعی برای نوشتن اون کاغذ برسه. کنفرانسی که نتیجه استکهلم یک و سپس بروکسل هست، حال در پراگ نمیتواند به اون جایی برسه که کمتر از استکهلم یک دستاورد داشته باشه یا بروکسل دو دستاورد داشته باشه. مفهومش این است که کسانی که آمده بودن به ویژه از گروه ها و اقوام خواستشون به طور مشخص و جدیتر بعد از اعلامیه رسمی که حزب دموکرات و کومله داده بودن و خطشی هاش رو در چند ماه گذشته مشخص کرده بودن، به این ترتیب نمیشد با اونها در چیز خیلی ساده ای طی کرد. به اینجا بسنده کردن که فعلا این انشای کمرنگ کودکانه که فقط تنها یک چیز کم داشت، ما گلهای خندانی فرزندان ایرانی، این رو فقط یعنی اصلا عجیب بود برای من در اینام و خوندنش که ساده تر از انشای کودکانه در دوران دبستان ما بود. و خب به اینجا بیان سازمان های با این قدرت سیاسی به اینجا برسن که همچین چیزی رو بدن بیرون. مفهومش این است که در مورد که میخواستم بدن بیرون به تباب یه بار دیگه بگم قشنگ. آقای گوهرزاد اونیم بخونی یه بار خیلی قشنگ. ما گلهای خندانیم فرزندان ایرانیم. واقعا من گمان کنم اگر این بیانیه پایانی کمرنگ تموم شد، کسانی که در فکر این هستن که از طریق این جلسات شو با آوردن کسانی که واقعا بدون حق، اگر دنیا یک سری معیار اصولی و درست داشت، یا رودولفس رو شما میدونید که دولفی به قول معروف وارث باید آدولف هیتلر میشد، دستش هم اصلا تو بسیاری خونریزی ها نبود، چون اوائل جنگ با چت پرید روی بریتانیا گفت من برم یک دونه صلح ساکسون جرمن به وجود من گرفتن کردنش تو زندان. تمام مدت جنگ در زندان بود. بعد از جنگ هم ایشون محاکمه شد در زندان شپاندهو تا آخر عمر بود که اونجا رفت.
ما معیارها تغییر میکنه، میاییم سپاه پاسداران درست میکنیم، یعنی آرم بازوی ایدئولوژیک یک حکومت در سرکوب ها چیز میکنیم، میاییم به قول معروف یک دفعه بعد از یه مدت هر روز 10 دقیقه یک رو 15 دقیقه پیس پیس میکنیم، با یه چیز دو سه تا خبر گوگل میخونیم، میریم بروکسل و استکهلم و در حقیقت الکسیس و توکویل یا جان لاک میشیم برای یک نسلی که این نسل همون جوری که میگید شما حرف مانوک خمیره دیگریست، نسلی که شما میگید نسلی است که یکی از گرانقدرترین نسل هاییست که ایران در خرد و در ایرانگرایی دیده، یک سری آدمه به قول معروف درجه 3 درجه 4ی که اگر قاسملو زنده بود اینها اصلا محلی از ارعاب نداشتن، میاین ملت ملت میکنن، اینها در میان کردهای ایران یا بلوچای ایران جایی خودشون ندارن. حالا اگر یکی دوتا به قول معروف قلم نویس از باغ بالای پشت بام علوی تا غیر کمپ مجاهدین تا خاتمی نمیدونم تا غیره و غیره میرند و تا به دور زمانی رضا پهلوی و غیره و دوستی دارن با آقای آهی که چون زمانی ایشون به دفتر شاهزاده رضا پهلوی نزدیک بودن، این اجازه رو متاسفانه به خودشون میدن که برمیگردن میگوین اگر موسوی نبود این حکومت اینقدر ترک بر نمیداشت، یعنی حرف واقعا گنده و مسکی میتونه باشه. من گمان کنم در آخر نطقه پایانی اینا دوچار همون مریضی شدن که سید محمد خاتمی شد، یعنی اگر یادتون باشه سید محمد خاتمی رفت برای 50% دریای کاسپیان چیز کنه، نتونست اون ور رو جواب بده نه این ور رو، دوچار سکته قلبی در حقیقت یا قش شدش. آقای گوهرزاد، نکاتی که شما گفتید ما گلهای خندانیم فرزندان ایرانیم، ولی من خیلی خوشحالم این بیانیه پایانی اینجور بود بلا فاصله. واقعا اینجوری بوده؟ بله تقریبا این بود. نه من چون اصلا آخرش واقعا نوشتن گلهای خندانی. نه آقا این آقای گوهرزاد آقای گوهرزاد گفته اگه این جمله رو نظرید من امضا کنم. درود به شما جناب گوهرزاد. من گفتم اینو کم داشت در واقع. بله بله فهمیدم قربان. جناب گوهرزاد من خوشحالم از این بیانیه که هیچی نیست به یه علت، برای اینکه به نظرم میرسه همونطور که شما اشاره کردید اینهایی که نمایندگان حزبای کردستان بودن، کردستان نه قومگرا، حالا هرچی حزبای سیاسی آقا کردستان حزب دموکرات رو داریم و کموله، من مستقیم اشاره میکنم پژاک چی شد؟ بله نه اینا نبودن، من پژاک رو ندیدم در اون. نه میگم اینا پژاک فعلا در واقعیت خوبی لحاظ بینام اجازه بدین وقتی اینا عکس‌العمل‌های فوریشون در همون پراگ در همون ساعت پایانی این بود که ما ملت ایران رو به رسمیت نمی‌شناسیم، معنیش اینه که به هر حال اون کسی که بالای قضیه نشسته بوده و این بیانیه رو تحمیل کرده یا آورده بدون رأی‌گیری از کسی گذشته اونجا، حداقل این شرف ایرانی رو داشته یا شرف ایرانی رو داشته یا از نظر سیاسی اینقدر هوشیار بوده که مرحله ورود به این قضایا رو نمیدیده. در یک دقیقه نظرتون بفرمایید. حالا من چون در اونجا نبودم نمیتونم در مورد معیار، میدونم چه کسی اون رو نوشته، به این ترتیب از معیار شرف سیاسی داشتن و یا نداشتن بهره نمیگیرم. چون شک دارید. من میدونم چه کسی نوشته. بله نفرمایید اسمشو. بله نمیگم. ولی چون میدونم چه کسی نوشته به این ترتیب از معیار داشتن یا نداشتن شرف سیاسی بهره نمیگیرم، فقط به اینجا بسنده میکنم که نتوانستن به توافق لازم برای نوشتن یک بیانیه پایانی که نشان دهنده یک جمع‌بندی از یک کنفرانس چندروزه دست کم در سپاسگزارم. در یک دقیقه من بهتون بگم یکی از برگهای برنده جمهوری اسلامی مسئله تجزیه است. به محض اینکه احساس خطر میکنه برگ تجزیه رو بازی میکنه با عوامل خودش. من کسی رو متهم نمیکنم، اما من وقتی این نفرات رو همینجور اسامی رو خوندم، نه جلسات رو پیگیری کردم، اکثر کسانی بودن که یک روز من گفتم فرستاده های رژیم آمدن، بعضیا شدن تیم تهران،
لندن، بعضیا شدن تیم کانادا، بعضیا شدن تیم پاریس. جمهوری اسلامی برگ تجزیه و وحشت تجزیه رو بسیار خوب بازی میکنه که کسی حداقل تلنگری بهش نزنه. جناب در یک دقیقه، من هم با نظر ایشون کاملا موافق هستم. شما نگاه کنید، خود ما اکثر برنامه های خودتون آقای فروزند یا برنامه های بنده در اندیشه تمام الان مدتی است فقط و فقط در دفاع از تمامیت ارضی ایران خلاصه میشه و اینکه اصلا حکومت رو کنار گذاشتیم. شما نگاه کنید، حکومتی است که خودش سپاه پاسدارانش کلوب تراکتور تبریز رو میخره، قسمت‌های رو خالی میکنه، افراد رو میذاره اونجا بیان که شعار خلیج عربی وردارن اونجا به اسم پانتورکیست بدن. این حکومت، حکومت بسیار چموش و مزوری هست. آقای گوهرزاد، شما مجله جام و جان رو منتشر میکنید و من امروز این مجله رو معرفی کردم، ولی تمام مدت در این مجله شما، در این مجله بسته‌ای که مقابل من هست، من چشمم به گوش آقای اوباماست. در این قسمت پایین گوش شما یک چیز نقره‌ای میبینید، به نظرم میرسه شاید البته یا سایه است یا یک گیرنده است، یه چیزی هست. همچین چیزی میتونه باشه؟ آقای گوهرزاد بیشتر آشنا هستید، شما با تصویر آشنا هستید، میتونید بفرمایید این چیه؟ من اون نوره، نوریست که افتاده و برگردان نور هست. خیلی نقره‌ای افتاده. بله. خیلی کوچیک میشین تو؟ حالا وارد نشیم. بله. به هر حال مجله خوبی است، خوش رنگ. جناب گوهرزاد متشکرم که شرکت کردید در برنامه. از شما آقای آریو برزن به خاطر حضورتون در برنامه و شرکتتون خوشبختی بود برای من. در حضور آقای سپاس از شما، افتخاریش که همکاری شما رو با تلویزیون اندیشه و با برنامه خودتون ایران امروز ایران فردا داریم. و جناب مانوک به امید سر به سر گذاشتن هفته آینده مرسی که آریو رو هر جا که هستید لپاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار بکام. جای خنده.